اولین خاطرم در واقع با انقلاب مثل بسیاری از فعالان هم نسل خودم آزادی زندان بود. یعنی انقلاب که ما رو از زندان آزاد کرد، با شروع امواج انقلاب پشت سر هم رژیم شاه رو وادار به عقب نشینی میکرد، از جمله آزادی ما از زندان بود. و اینکه هر کدومون که میومدیم به خونه هامون، شهر هامون، با چه استقبال انقلابی به مفهوم واقعی کلمه همون 30 سال پیش روبرو بودیم. و من پس از اون اولین تجربه انقلابم، یعنی مشاهده حضور مردم معترض، مردم خشمگین در خیابان‌ها بود و حرکت ریتم آهنگ اینا که داشتن، هر پای که میکوبیدن در خیابان‌های تبریز شهر زادگاه من، این یهو تمام آرزوی سالیانی رو که من باش بار اومده بودم که آیا زمانی میشه که مردم بخوان بیان و موجودیت و وجود خودشون رو نشون بدن. این خاطره هیچ وقت یاد نمیره، من با چه ولعی نگاه میکردم و در عین حال که ادامهش دیدن تظاهرات بعدی و اینکه خودمون رو چجوری با این تظاهرات در آمیختیم. ولی اگر بخوام در وسعت تاریخی اینو صحبت بکنم، بخوام بگم که ما با انقلاب در عین حال نه فقط تک تک ما، بوش انزایی تحلیلی هم نگاه بکنیم، جامعه ما در با انجام انقلاب در این حال شروع کرد به شناسایی خودش، البته به بهای بسیار سنگین، سالها طول کشید، ولی این انقلاب جامعه رو در آنچه که بود نشون داد و هی به رو آورده. از جمله من فکر میکنم که اکتورهای این انقلاب، فعالین این انقلاب، اونجا که بخوام به نقد و نگاه دقیق به انقلاب و خودشون برگردن نگاه کنن، ما در اینجا شاهد یک نوع زایش هستیم. این انقلاب فقط یک چیزی رو نمیخواست از بین ببره، بلکه با خودش یک زایش فکری، یک رنسانس فکری رو به نظر من ایجاد کرده. و اینه که جامعه ما در حال کنکاش و در حال نقد و انتقاد از خوده، و برای این بستره که بسیار از مسائل امروز، مسائل فکری، به نظر من شکوفا میشه. از اونجایی که خود من بلافاصله بر متن انقلاب جزو فعالین انقلابی بودم، بسته به اینکه چه موضعی به نسبت به قدرت سیاسی داشتیم متناسب با آن تأثیرش از اینجا ما گذاشت. بهار آزادی واقعا برای ما همون صباحی بیش نبود. بسیار زود ما خودمون رو با این همین حکومت رژیم در تقابل و درگیری قرار گرفتیم، همچنان ادامه ناامنی و سرانجام یک مهاجرت از کشور. این تجربه تأثیری از زندگی ما گذاشت، اینکه 25 ساله من اکنون از کشورم، از زادگاهم بیرونم. و در نتیجه بر امواج انقلاب عملکرد جمهوری اسلامی، اختناقش، سرکوبش باعث شد که زندگی بسیاری از هم نسل من یا زیر خاک رفتند و یا در بدر شدند و یا درسشون از دست دادند، موقعیت اجتماعیشون از دست دادند. این راست شو بخواهم بیشترین تأثیری که در زندگی شخصی ما گذاشت این بود. و اما بازم میگم که برای من تأثیر جدیش از اونجایی که به مسابقه روشنفکر سیاسی بودم در بازندیشی ذهنی خود من بوده. برای من این بزرگترین ماندگار و تأثیری که از انقلاب داشتم و دارم. باورش اینه در سالهای 50 و 60 نیروهای شکنه در انقلاب بلاز اتخاذ سیاست نسبت به جمهوری اسلامی به دو دسته عمومی تقسیم شدن. دو دسته جریان ها، بخش جریان چپ بود، جریان مجاهدین خلق بود. اینها در موضع مخالفت صریح و تقابل با جمهوری اسلامی قرار گرفتن. البته اینو دقیق‌تر بگیم که جمهوری اسلامی در تقابل با اونها قرار گرفت. و یک نیروی هم بود که مثل ما فکر میکرد که به اصطلاح پیشرفت انقلاب از مسیر تقابل با
جمهوری اسلامی نمیگذره، بلکه از بر اساس سیاست اتحاد انتقاد پیش میره. این سیاست به هر حال سیاستی بوده که ما رو در مدتی معینی قرار داد در کنار جمهوری اسلامی در همون سیاست اتحاد انتقاد که داریم، و ما خودمون این رو سیاست خطا ارزیاب کردیم، همچنان خطا ارزیابی میکنیم و خیلی هم فکر میکنیم که سیاست هم به ما آسیب زد، هم به سهم خودش به جامعه ایران ضربه زد، آسیب زد. ولی یک موقع هم است که از این مخالفین اون موقع ما منتقدیم، ما از این دارن به اسلام برخورد غیر واقع بینانه، برخورد غیر مسئولانه انجام میدن و اتهامات تعریف میکنن که اتهامات هیچ گونه مبنای واقعی نداره. این من اعلام میکنم به مسابقه کسی که همون موقع هم جزء مسئولین سازمان بودم، در طول سالها هم مسئولیت داشتم اینا، ما به هیچ وجه در مورد نیروهای شرکت کننده در انقلاب، زمانی هم که با هم در سیاست های متفاوت قرار گرفتیم، به هیچ وجه سیاست ما نه تنها لو دادن نبوده، سیاست ما انتقاد از سرکوبگری های حکومت بود، حتی در زمانی که ما در سیاست اتحاد انتقاد حکومت پیش می بردیم. ما علیه اعدام ها بودیم، علیه سرکوب های کور حکومت بودیم، ولی در اینا ما علیه ترورها و ماجراجوهای اون موقع هم بودیم. و برعکس من بگم که صدها فعال چپ، مجاهد، اقلیتی یا جنات دیگه در خانه های دوست رفقای ما پناه داده شدن، از در رفقای ما به خارج کشور فرستاده شدن و از اینا ما به اندازه کافی نمونه داریم. ولی 25 سال که ما در این موضعی که اپوزیسیون جمهوری اسلامی هستیم، بعضی از مخالفین ما همچنان چسبیدن به اون دو سال و اون دو سال هم به شکل بسیار بسیار بد ارائه میدن، تفسیر میکنن خلاف واقع سیاست ما به هیچ وجه اینجوری نبوده. و اگر ببینید شما 25 سال میگذره این حرفا رو میزنن، ولی تا حالا حتی یک نمونه مشخص نتونستن ارائه بدن. و ما واقعا دنبال این هستیم که اگر برخلاف سیاستی که ما داشتیم، که این سیاست به هیچ وجه نه تنها تحویل ندادن نبوده، بلکه سیاست که آجون تا میشه فضا رو آرام کرد و نذاریم که بین خونه تا کشیده بشه، و اگر کسی خلاف این رو سراغ داره، ما حتما استقبال میکنیم، چون ما مخالف اینیم که راز های مبارد به جمهوری اسلامی راز بمونه. همه چی باید مثل شفاف باید روشن بشه. هر کس بتونه در هر مورد مشخص بیاد اعلام بکنه به ما یا به جامعه، ما استقبال میکنیم که واقعا آیا چنین چیزی بوده. ولی متاسفانه این حرفا زده میشه بیان که عرض میکنم یک نمونه، یک مورد در طول 25 سال نتونستن ارائه بده. ما اون موقع مخالف نه فقط ترورها، بلکه بیشتر از اون مخالف اعدام این نیروهای شبانه انقلاب بودیم که در برابر جمهوری اسلامی به اصطلاح در برابر همدیگه سفارا کرده بودن. ما مدام در نشریه کار مطالبی که در مورد می نوشتیم، مخالفت با این اعدام ها، مخالفت با این سرکوب ها، و در همین رابطه بود که آقای لاجوردی معروف مشهور در خشم از این موازی سازمان از سازمان میخواد که صد مدیر مسئول نشریه کار رو بره داستانی و ایشون میخواد ازش توضیح بخواد، بهشون توضیح بده. شو خب در این رابطه رفیق ما محمد رضا قبرایی، زندیاد محمد رضا قبرایی، به عنوان سردبیر نشریه کار رفت اوین و همون رفتن رو موندن. و دو سال بعد رفیق محمد رضا قبرایی مشهور به رفیق منصور از رهبرهای قدیمی سازمان بوده و از بعد زنگام از رهبران بوده اعدام شد. ما بسیار از رفقای ما مثل منصور رو اعدام کردن در همون سالهای 61 62 63 و بعد 65. این وضعیت عمومی بوده در دفاع ما از به اصطلاح جلوگیری از این خشونت ها و جلوگیری از این اعدام ها. اینا خود قربانی شدیم.